اینجا بودیم که کامران بعد از 5 سال که عشق نازی رو در دلش پنهان کرده بود تصمیم گرفت که اقدام کنه و پا پیش بذاره. برای اینکه خودش میدونست که تنها فرصت ممکن همین الانه، یعنی بهترین فرصت ممکن همین الانه. برای همین اولین کاری که باید کامران میکرد این بود که خانوادش رو در جریان بذاره. به همین دلیل خیلی مصمم و محکم وارد خونه شد. البته خیلی هم مصمم و محکم نبود، ولی خب به هر حال تقصیر نداره، برای اینکه شما که نمیدونین تو این خونه چه خبره. ساعت 6 است، همه مهمان ها آمدن. مهمان ها؟ بله، امروز ناسلامتی روز 13 ماه هست. اوه، اصلا یادم نبود. اگر مظفر خان ببیند شما قبل از او به سرسرا برسید خیلی عصبانی می شود. می دانید که چه می شود؟ خب قبل از اینکه پدر بیاد اونجا من باید باهاش صحبت کنم. نمی شود، اصلا وقت ندارم. دوباره پررو شدی؟ من پررو نشدم، من غلط بکنم پررو شدم. آرایشگر آمده به سر مظفر خان ستراهنا گذاشتن. وقت ندارم، در اندرونیت آماده شوید دیر نشد. لباسام کو؟ فریورس خان چطوری؟ قهرمان، میخوام تنهایی درت بیارم. امشب میخوام دلو بزنم به دریا، بخوام بابا بگم. چی؟ من میترسم؟ من میترسم؟ حالا میبینی؟ حالا میبینی. عرق بیدمشک، زعفران، یخ و شکر. با چی همش زدی؟ حیف نون؟ با دستان که اونا رو حسابی شستیم کامران خان. شما که میدونید ما هیچ چی هم که سرمون نشه تمیزی خوب سرمون میشه. با این انگشتمون به هم زدیم کامران خان. خب باشه، این انگشتمون مثل قاشق نقره برق میزنه. برق نمیزنه کامران؟ چرا چرا، بده من اینو. بخوری؟ باشه میخورم. بده من این حالا. باشه بده من زعفرون با یخ و شکر. لباسا بیت مشک. به 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 به، حالا شدید یک خازده درست و حسابی. حیف شما نیست با این شخصیت والا از صبح تا شب برای رعیت بدوید، عین او بلدوزر بدوید، کار کنید، زحمت بکشید. حیف شما نیست، عین او زشت است. بگویم؟ بگویم؟ بگو. نمیگویم، زشت است. بدوید، کار کنید. بس دیگه، به خاطر خودتان میگید. نمیخوام به خاطر خودم بگی. بس دیگه کامران خان. چی کار داری میکنی؟ تمیز میکنم، گفتم که من در تمیزی استادم. بسیار خوب. ببخشید کامران خان. حیف نون؟ بله. تو تا حالا عاشق شدی؟ عاشق؟ من از وقتی که چشم باز کردم و عقلم رسید عاشق یک نفر بودم. مظفر خان؟ نه، حالا اونه که میدونم، به جز اون. مگر حکایت عشق و معشوق حکایت جوراب است که آدم زرت و زورت عاشق شود و عوضش کند؟ نه، منظورم کسی که بتونی باش ازدواج کنی. مظفر خان که با ما ازدواج نمی کند. چه حرفی می زنی؟ بسیار خوب، برو بیرون. برو برو
برو. چرا؟ برو خب. برو دیگه نمیخوام. او حیف نون. کیف پول منو بده. چه کیفی؟ کیف پولمو بده. کامران خان. بله. بیت مشک فراموش نشه. بسیار خوب میخورم. زعفران. برو. برو. با هیفنون که آشنا شدید، نوکر خانواده. بیشتر از 100 ساله که جدن در جد به جدن در جد کامران اینا خدمت میکنند. همیشه پیشمرگ بودند، همیشه توسری خوردند و همیشه خدمت کردند. همونطور که دیدید، هیفنون اصلا از کامران خوشش نمیاد، چون معتقده که یک قطره از خون پدر کامران تو رگهای کامران نیست. همینطور معتقده که اربابی که توی سر نوکرش نزنه به درد لای جرز میخوره. حالا بریم ببینیم توی مهمون خونه چه خبر. این صحنه ای که میبینید یه مهمونیه، بهش میگن خان پارتی. مهمانا همه از نوادگان مستقیم و غیر مستقیم خانهای تهرانند که ماهی یک بار دور هم جمع میشن. لباس خانها رو میپوشن، غذای اصیل تهرانی میخورن، با ادبیات تهرانی قدیم حرف میزنن و مراسم تهرانی اجرا میکنن. قرار بر اینه که خان پارتی هر ماه خونه یکی از خانزاده ها برگزار شه، اما چون اکثرا تو آپارتمان های 50-60 متری زندگی میکنن، معمولا همینجا دور هم جمع میشن. ببینید مظفر خان تشریف آوردن. مظفر خان تشریف آوردن. مظفر زرگنده، خان مظفر، خانزاده بزرگ و پدر کامران. او نوه خان بزرگ زرگنده تهران است، اونم تهران با ته دست دار. دیپلمه از پاریس. از افتخاراتش اینه که نشان درجه سوم لژیون دونور رو از دولت فرانسه دریافت کرده، درس تنظیم خانواده رو با ژنرال دوگل پاس کرده و یک بار هم به برج ایفل دست مالیده. حال مظفر خان چطوره؟ رفع بلا شده انشالله؟ حکایت بیماری ما حکایت باده، به همون سرعت که میاد فراریش میدیم. پس سلامتید خدا رو شکر. خیالاتت راحت. آین چراغ خاموشی نیست معین الدولخان. صد البته، صد البته، اما تجدید فراش چیز دیگری است. دو چیز دودمان خانهای تهران رو به باد داد. یکی جد بزرگت تیمور خان جنت آبادی، یکی هم حرم سراهاش. ما رو به راهی نفرست که تهش کور راه پدر سوخته. این معین الدوله است، از نوادگان تیمور خان جنت آبادی که خان جنت آباق، چهار باق و شاهین شمالی بوده. اینم زن پنجمشه. تو کار بساز و بفروشیه، اغلب با خارجی ها شریک میشه، اغلب هم سرش کلاه میذارن. مثل چیزای اینا بستگان قدیمش که درب تهران رو به غمزه چشم یک دختر افغان فروخت. هوتن الممالک ما چطوره؟ دست بوستم و در رکاب. رکاب ما به کار تو نمیاد، میگن تا کور اسلحه بکشه جنگ تمام شده. کار ما هنره و سلاحمون قلمو. خانه بالا. قلمویی که به رنگ شما آغشته بشه نقشی نمیزنه جز نقشه بر آب. الحق که سلاح شما زبان شماست. خب دخترم رو معرفی میکنم، تاج ملک ملوک. به به، دختر زیبا و با کمالاتی به نظر میرسند. به کامران جان میگم که امارت رو نشانشان بده. کنیز شماست. این هوتن الممالکه، از نوادگان خانهای شرق تهران و یکی از بهترین نقاشان تهرانه. سبک خاصی نداره، هم روغنی کار میکنه هم پلاستیک. معروفه که یه ساختمون سه طبقه با زیرسازی و بتونه کاری و دو دست رنگ رو یک ماه تحویل میده. خیلی سعی میکنه خوش تیپ باشه، برای همین معمولا کروات و پاپیون رو با هم میبنده. در ضمن اصلا هم بدش نمیاد که دخترش رو ببنده به ریش کامران. خوش آمدی کامبیز خان. هم فرموده بودی چه خدمت برسیم، رسیدیم. مرام ما مرام پهلوانیه. دو دوز بازی و زیر و رو کشی تو مرام ما آه نیست. مواجبت رو دادم به هیفنون، بگیر ازش. عقدیم گفتن مرد اونه که وقتی میخواد در روز زمین بلند شه، وقتی دستشو به زانوش میزنه ها، یه عالم خاک رو شلوارش بلند شه. ما مردیم،
نون بازو نمیخوریم. هیچ گربه‌ای برای رضای خدا موش نمیگیره. مواجبت آماده است. جان نساریم. کامبی سامورایی از نوادگان جلیل کینگ کونگ که گندلات درخونه و چاله حصار و گذر مصطفی بوده، آماده ی هر شر و شرخریه. هر از گاهی سری به خانواده مظفرخان میزنه، چک نقد میکنه، قائله راه میندازه و شر بپا میکنه. اداره ی رستوران سنتی مظفرخان رو هم به عهده داره. آدم از اصل بیفته، از اصل نیفته سمسام خان. روم سیاه مظفرخان. مجلس که تمام شد بمانید برای تعیین تکلیف. چشم. سلام پدر. سلام و زهر حلاهل. کدام گوری بودی تا این وقت شب؟ من توی شرکت مونده بودم برای یه ماموریتی که به من محول شده بود در واقع. بله. کار خان مظفر به کجا کشیده که پسرش با جماعت رعیت میرود پی علافی؟ میخواستم با اتون صحبت کنم. بعدن. اگه میشه اول صحبت کنیم بعدن چیز میکنیم. بعدن. آخه من باید با اتون صحبت کنم. بعدن. اگه میشه الان صحبت کن. بله خب الان چه وقت صحبت کردنه؟ بله بعدن صحبت کن. خودت ما به موش مرده بازی نزن. بیرون اتاق من چه غلطی میکردی؟ تصدقتون خانم، من فقط میخواستم. تو غلط کردی که از من چیزی بخوای. نه خانم، من فقط میخواستم در بزنم. تو غلط کردی که میخواستی فقط در بزنی. مگه من نگفتم کسی مزاحمم نشه؟ چرا؟ ولی آخه و زهره مار. آخه مظفرخان فرمودند که بیام صداتون کنم. تو غلط کردی که مظفرخان گفتن که بیای منو صدا کنی. کج و کله، برو از جلو چشام. خانم حداقل یه دونه بزنید تو سر ما که ما بدونیم از دست ما ناراحت نیستی. خیلی ازت خوشم میاد. تو سرتم بزنم؟ انعامم میخوای بهت بدم؟ گم شو از جلو چشام. به این میگن خانوم؟ بله. دیدی چطور ما را ضایع کرد؟ فراوان. اصلا شخصیت برای ما قائل نشد. اصلا نزاشت. نگذاشت ما کلامی حرف بزنیم. عینو توپ به ما شلیک کرد. واقعا تبریک میگم. شما تشریف ببرید، من خانوم میگم. حیفنون، حیفنون. جان متوجه. گردنبند خانم مثل که جا مونده بود. داشت یادم. چه اصلا شخصیت برای ما قاعدان حواسم نبود. همینه دیگه. این میگن خانم. بفرمی. فرو خانم چی از جون من میخوای؟ مگه نگفتم کسی مزاحمم نشه؟ فرو خانم باهاتون کار دارم. فرو خانم صدا تو میبری بالا؟ سلام، من باهاتون یه کاری داشتم فرو خانم. چی کار؟ ولی مثل اینکه الان یه خورده خلقتون تنگه، من میرم بعدم میام. ها؟ درباره چیه؟ درباره ازدواج و اینجور حرف هاست. چرا غریبی میکنی با من؟ آره؟ برو تو؟ نه مثل اینکه الان خیلی حال و روز خوشی نداری. من بعدم مزاحم میشم فرو خانم. من خیلی هم حالم خوبه داداش گلم. برو تو. داداش گلم؟ بله. برم تو. این فروغ بانوست، خواهر کوچک کامران و عزیز دردانه مظفرخان. عصبی و تند مزاج، لوس و افاده‌ای، تلخ و بدجنس، ترکیبی از مادر ناصرالدین شاه و خواهر سیندرلا.
تا به حال دو بار ازدواج کرده. شوهر اولش توی سن 28 سالگی سه بار سکته کرد و مرد. اما شوهر دومش چون سابقه بیماری قلبی نداشت مجبور شد خودکشی کنه. در ضمن فروغ خانم توی کارنامه عاطفیش یه نامزد فراری و یه نامزد ناپدید شده هم داره. نامزد اولش به قتل رسیده که الان به خاطر اون سیاه پوشه. خب همه این مردان خوشبخت هم از خانواده های اصیل و به قول بهرام شفیع استقصدار بودند. خوبم. خوبی شما؟ ممنونه. چه خبرها؟ سلامتی؟ نه دیگه. دیگه چی فرو خانم؟ دیگه چه خبرها؟ دیگه خبری نیست. سلامتی شما؟ کامران مگه تو نیومده بودی که با من حرف بزنی؟ اوه چرا فرو خانم، چرا؟ در واقع من میخواستم شرایط رو مطرح کنم که شما ببینید که آیا پدر با این وصلت موافقت میکنه یا خیر. ببین کامران، برای من مادیات اصلا مهم نیست. او فرو خانم، اونا اصلا از نظر مادی مشکل ندارن. پس از چه نظری مشکل دارن؟ خب در واقع اونا از این مشکل اصلی اینجاست، اونا از این خانواده های خان و خانزاده تهران نیستن. خب نباشن، خونه اصیل که فقط تو رگای اونا نیست. اوه فروخ خانم، شما هم اینطوری فکر میکنید؟ خب حالا از چه خانواده‌ای هستن؟ باحال یعنی چی؟ یعنی خیلی خونگرم و صمیمی، شاد و بزن به کوب. کامران ببین، من خوب متوجه نمیشم اصل و نسبشون به کجا میرسه. اونو فکر نمیکنم به جایی برسه، یعنی من در جریان نیستم اگرم به جایی برسه. کامران تو این وقت شب در زدی؟ اومدی تو؟ نشستی روبروی من؟ بله تو چشمام با وقاحت تمام داری نگاه میکنی؟ میگی من زنی آدم بی اصل و نسب بشم؟ اوه فروخ خانم، مسئله اصلا تازه و اصلا ربطی به شما نداشت موضوع. نه یعنی ربطی داشت. کامران بله، این اراجیف چیه که داری به من میگی؟ نه من تو فکر کردی چون اسم دوتا لنده هور گور به گور شده توی اون شناسنامه من خورده من حاضرم تن به هر خفت و خاری بدم و با هر آدم بی اصل و نسبی ازدواج کنم؟ نه فروخ خانم، من اومدم مسئله رو با شما مطرح کنم. خواهش میکنم در مورد من منطقی برخورد کنید فروخ خانم. کامران بله، این که تو هنوز زنده ای نشون میدی که من به اندازه کافی منطقی برخورد کردم. اوه بله فروخ خانمون که بله. پس برو بیرون. بله برو بیرون. برم بیرون؟ پس مسئله چی میشه که من اگر نری بیرون جیغ میزنم. جیغ نه، خواهش میکنم فروخ خانم. جیغ میزنم کامران. خواهش میکنم. من جیغ نه فروخ خانم، خواهش میکنم. نه جیغ میزنم. ایفانو کسی دستشویه؟ بله، پس من برای کی مراسم اجرا میکنم؟ مراسم اجرا میکردی؟ این جمشیده، وکیل و پیشکار خانواده مظفرخان. وای وای وای، یک جونور جلب و هفت‌خطی که از هیچ فرصتی برای تلکه کردن و تیغ زدن مظفرخان نمیگذره. اما کار اصلیش که به خاطرش حقوق میگیره اینه که دنبال کار اموال و زمینهای از دست رفته مظفرخان و خانواده باشه. اما مراسم شام که به خاطر خوش اشتهایی مظفرخان همیشه با شکوه ترین قسمت خانپارتیه. معمولا مهمان ها با مرصع پلو، بره تودلی، ماهی سفید اوزون برون، مسمای بادمجان، کوفته، خورش فسنجان، شیشلیک، چلو کباب محلی و سایر غذاهای سنتی ایرانی پذیرایی میشن. غذاها هم از رستوران سنتی خانواده تهیه میشه. اما از اونجا که امشب زایمان زن آشپز باشی بود و نتونستن هیچ رستوران سنتی دیگری هم پیدا کنند، مهمانی شام طور دیگری برگزار شد. گویا قضا آمد، قضا را بیاورید. دست بزنید. پیتزای مخصوص مال کی بود؟ پیتزای مخصوص مال آقاست، مال مظفرخان. بده دست بده سالا. سبزیجان سبزیجان پپرانی. پپرانی بدین. قارچ و گوش. چی قارچ و گوش؟ مینی پیتزا. مینی پیتزا مال این کوچولوه. بده بابا آقا، اینا هم بده. به به
کامران جان، تو تاج ملک ملک رو ندیدی؟ اوه عجیبه، من هر جایی میگردم دنبالش پیداش نمی کنم. خب حتما پیداشون میشه به زودی. تو کی هستی او سیاهی؟ منم تاج ملک ملوک، تو کی هستی؟ تو جاسوس اون ملعون مظفر جلنبار تبار هستی ها؟ الان به درک واصل مکنم نتره. صد غرور بار گفتیم به انتهای باغ نروید، آنجا املاک پسر عموی مخبت ماست، جنون گاوی دارد پدر سوخته. میتونم باهاتون صحبت کنم؟ مظفر خان دارن قضا میخورند، نمیتوانند حرف بزنند. احتیاجی نیست حرف بزنن، من حرف میزنم ایشون گوش کنن. مظفر خان دارند قضا میخورند، نمیتوانند جواب بدند. اصلا کی با شما حرف زد؟ خب با من حرف بزنی. چرا با شما حرف بزنم؟ چون من الان قضا نمیخورم. اینقدر برای خواهرت شام نبردی که آمد سر میز، دو قطره خون در رگهای تو نیست. واقعاً ممانعت کردیم فروغ گردنتان را نشکند. ببخشید مثل اینکه بعد موقع مزاحم شدم پدر، میرم بعدن میام. بشین. من مزاحم نمیشم اگر کارم بشین. میدانی چرا دودمان خان و خانزاده های تهران بر باد رفته؟ با منی؟ خیر. میدانی چرا اسب از اصل میفته قاطر میشه؟ قاطر؟ خیر من نمیدونم. از سمسام خان بپرس. سمسام خان؟ چرا؟ بون سیاه مظفر خان، ولی من هم عرض دارم. عرض کنید. جوانای نسل امروز حرف ما رو دیگه نمیخونن، دیگه برای اصل نسب ارزشی قائل نیستن. پسر جلوی روی من ایستاده و میگه عاشق شده، چی کارش کنم؟ مگه کامران جوان نیست که از این غلط ها میکنه؟ فلکش کردم، حبسش کردم، گفتم از ارث محرومت میکنم، گوش نکرد. گفت الا و للا باید با این دختر ازدواج کنم. آره گفته پس اینو. سرش رو نبریدی؟ نه. بس چی؟ نبریدی شما؟ ببر خب. داغش نکردی؟ سنگ رو داغ کردم و چسبوندم به پیشونه این مظفر خان. خب بیچاره حق داره. کی حق داره؟ ها؟ شما. شما حق داری. شما حق داری. تهران خانزاده با داغ روی پیشانی نمیخواد. میدونم. من دیشب فریدون ممالک رو خل عنوان کردم. اسمش شده فریدون. چرا؟ چرا تو همچین میکنی رو گردن پدر؟ اگر وقت بچه تربیت کردن پی یللی تللی نبودی الان به این خفت نمیافتادی که اسم پسرت بشه فریدون. منم دیگه رفع زحمت. از سر شب میخواستی چیزی به ما عرض کنی؟ من عرض کنم؟ نه من چیزی نمیخواستم بگم. چرا از سر شب بال بال میزدی به ما چیزی عرض کنی؟ چیزی عرض کنم؟ میخواستم بگم که پدر ببینید، من میخواستم بگم که بگو. بگم میخواستم بگم که من خیلی پوزش میخوام که دیر اومدم امشب در واقع. بعد تو هم گورت رو گم کن، میخواهیم بخوابیم. هنوز مقداری از گردن مونده. گورت رو گم کن.